شده، من و تو منتظر قدومته، معنی خوشبختی من چکیده ای زنومته، واژه هر کلام تو قصه ای از محبته، وقت رسیدن به تو یه قصد بی نهایت. بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه قبار غربت بگیره، بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه قبار غربت بگیره. روز تولدت برام مژده زنده بودنه، تموم دل خوشیم فقط لحظه با تو بودنه، شادی محفلم تویی ای همه سعادتم، بی توی شمع خستم با توی بی نهایتم. بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه قبار غربت بگیره، بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نظر هوای این خونه غبار غربت بگیره. عمر جدایی بین ما چه خوب بیدبون بشه، بیا که این خونه ی دل با سر و سامون بگیره، حیفه که عمر ما تو این بی کسی ها حروم بشه. چیه؟ رو زمین بر نیستی؟ بال در بردی؟ چطوری بگم؟ قبول شدم، اونم با رتبه 7. چی رو قبول شدی؟ یادت نیست؟ امتحان بورسیه دانشگاه کمبریج، باورت میشه؟ دارم میرم لندن. خودتو لوس نکن، تو بدون من جهنم هم نمیری. بیا این ترانه رو برای تو ساختم، اولین ترانه. ماهی 80 پوندم بهم حقوق میدن، خورد و خوراکم هم مجانیه، از سال دوم همیشه 112 پوند. یعنی میشه؟ وای کشتی منو تو با این یک قرون دوزار کردنه. ببینیم هر روز اون ظرفه که توش پول میذاری داری؟ به عبارتی سالی 1344 پوند. وای خیلی میشه، یعنی اگه بتونم یه کار بگیرم بعد از 4 سال از 10 میلیونم بیشتر میشه. خیلی خوب، حالا تو گوش کن، یه تایکاننده پیدا کردم که ممکنه خرش رو کارم سرمایه گذاری کنه. یه توی آموزشگاه موسیقی هم کار پیدا کردم. آقا لطفاً صورت حساب ما رو بدین، این فنجون هم حساب کنی میخوام ببرم، لازمش دارم. فنجون؟ آره، برای اینکه تو توش قهوه خوردی، برای اینکه میخوام یادگاری امروز باشه، برای اینکه میخوام ازت خواستگاری کنم. آرش برام بورسیه اومده، میدونی یعنی چی؟ میدونم، ولی تو نمیری. ولی من میرم. ببین به دلم بد اومده، حس میکنم این آخرین باریه که میبینمت. نرو فرودگاه، جای این حرفا نیست، بذار به خاطر خوش از ایران برم. چه میدونی؟ شادم یه روز برگشتم. اینو برای تو گرفتم، اگه قبول نکنم ناراحت میشی؟
ولی قبول نمی کنم. نمیخوام چشم انتظار بمونم. چی میاد؟ چاره نیست، آخرشم باید خودم بگیرمت. امروز چه خوشتیپ شدی؟ خوشتیپ بودیم ما. با شما نبودم که. خوبی؟ میگم 100 سال دیگه هم که بشم آخرشم کسی نمیاد تو رو بگیره. ممکن نظر خودمانم برگرده. روش فکر میکنم. فکر کن. مواظب این زبون بسته باشه، وقت گرمیش نکنه. هستم. با شما نیستم که. بابانی بودم. دست ازم جیجه. سلام خانم پارسی. خوشتیپ کردی؟ مواظب باش، طالبان داره برمیگرده. همه اومدن، آیا یا چاپ شده، کارای شهرداری رو پیگیری کردم. گفتن که ظرف یکی دو روز آینده جواب میدن. بازی چی؟ اونم هماهنگه. این تابلو رو شما سفارش دادین؟ بله. بزنیش تو اتاق. سلام. سلام. سلام خانم. سلام. سلام. خواهش میکنم بفرمایید. خب آقایون. فردا برای شرکت روز بزرگیه. من این موفقیت عظیم رو پیشا پیش به همه شما تبریک میگم. این چهار برجی که قراره فردا کلنگش به زمین بخوره مقدمه یک پیشرفت بزرگ در صنعت ساختمانسازی نوینه، هم برای شرکت هم برای مملکت. خبرهای بدی از شهرداری به گوش میرسه. البته من دوست دارم آیه یأس بخونم، ولی توی این شرکت جای نگرانی و آیه یأس نیست. ببخشید خانم پارسی، اگه این روند مطابق برنامه شما پیش نرفت میدونی چه بلایی سر ما میاد؟ من به خودم، کارم و برنامه ریزیم اعتماد 100% دارم، نه روی حرف. بیلان شرکت نشان دهنده صحت این موضوعه. به هر حال من توی این شرکت نیاز به سرمایه گذاری دارم که به این اعتماد نه تنها اعتقاد داشته باشن بلکه احترام بذارن. هر کدوم از دوستان که تردید دارن تا پایان وقت داری امروز فرصت دارن که سرمایه هاشون از این پروژه بیرون بکشن. ما سرمایه گذاری مشتاق زیادی رو داریم که منتظر دعوت ما هستن. مهندس شریفی بیشتر در جریانن. مهندس شریفی؟ بله ببخشید. طوری شده؟ نه خیر، راستش بچه کوچیکم، یعنی دخترم حال نداره، یه ذره نگران اون هستم. ببخشید. بله تا امروز 158 نفر اعلام آمادگی کردن برای سرمایه گذاری. ممنون. نگران دخترت نباش. متشکرم. ببخشی میتونم چند لحظه مزاحمتون بشم؟ شما کاراتون رو به خانم کتیرایی در میون بذارید. ولی طرحهای امروزم خیلی عالیه. من فکر میکنم که شرکت شما احتیاج به این تبلیغات داره. حتما احتیاج داره، ولی نه از نوع تبلیغ شما.
کجه. رنگش هم بده، قهوه‌ایشه. درستش میکنم. این اولین کاری بود که وقتی از لندن برگشتم انجام دادم، اونم فقط با 10 میلیون تومان پس انداز. بعدش هم دنیایی از شانس و کار و بگذاریم. از کارا بگو. مهندس مباشری گفتن که برای بعد تحصیلات یه قرار باش بذاریم. بله، از شرکت رایان بنا تماس گرفتم برای پیش خرید. فعلا که پیش فروش نداریم. بعدی مدیر عامل سازوکاران هم تماس گرفته بود، میخواست با شما خصوصی صحبت کنه. آشغال، مرتیکه عوضی، از فرونه دعوتم کرده بریم کله پوچ خوری. ولی خوش تیپا. بالاخره که چی؟ یعنی شما نمیخواین ازدواج کنی؟ بعدی یه آقایی زنگ زد به اسم آرش سپهری، گفت که از دوستای شماست، شماره تلفن داد، گفت که باش تماس بگیری. آرش؟ آرش سپهری؟ جالب شد، بالاخره یه واکنش متفاوت دیدیم. حالا میشه بگین کیه؟ البته اگه دوست داری. یه زمانی قرار بود با هم ازدواج کنیم، جوانی بود دیگه، یادش بخیر. خیلی هیجان انگیز شد. مای فکرشو بکن تو ازدواج. اجازه بده یه تلفن بهش بزنم. زنگ بزنم که چی؟ میدونین چند وقت گذشته؟ 10 سال. حالا زنگ بزنم مثلا قرار بذاریم بریم سینما؟ من وقت ندارم سرمو بخارونم. آخرش که چی؟ همش کار، کار، کار. البته فکر نمی کنم اونم تو این 10 سال تو فریزر نشسته باشه منتظر تلفن تو. خانم کتیرایی؟ بله. شما کار دیگه ای ندارین انجام بدی؟ چرا خانم پارسی؟ الو، پارسی هستم، اشتراک 1442. یه پیتزای پپرونی تند میخواستم با پنیر زیاد، مثل همیشه داغ و خیلی تمیز. بفرمایید. پیتزاتون رو آوردم. الان؟ مگه برای صبحونه سفارش داده بودم؟ آخه من نمیخوام آقا. اگه پولشو ندین باید از جیب خودم بدم. اونش دیگه به من ربطی نداره. بیارش بالا. این چیه؟ کله پاچه آوردی؟ ببخشید من اوه اوه پاتون زخمی شده، زمین خوردین؟ چیزی نیست. میتونم کمکتون کنم؟ نه متشکرم. 2700 تومن میشه. چی؟ البته قابل شما رو نداره. آها الان میارم.
آقا. پولتون. نه شما راست گفتین، اون دیگه خوردنی نبود. عیبی نداره، بفرمایید. همین کافی. نه نه ببینید، اینم کارت شرکتمه. شما دیگه نباید کارای سخت بکنید. یه سبیه شرکتم. بفرمایید، خواهش میکنم. انعام قبول نمیکنم. نه نه من فقط میخواستم کمکم کنی. فکر میکنم خراب شده. کمک؟ اشکالی داره؟ نگران من نباشید، روزی رسون کسی دیگه ایه. درسته، اما چجوری؟ با گونی که برای کسی پول نمیفرستن. تو خودت با شانسای زندگی تو پیدا کنی. همه به کمک احتیاج دارن. میتونم بپرسم تو به چی احتیاج داری؟ هیچی. من به هیچی احتیاج ندارم، حداقل اینکه تو نمیتونی آرزوهای منو برآورده کنی. تو دختر خوبی هستی، حیف که نمیدونی خوشبختی چیه. طعم خوشبختی رو خواهی. شادی خانوم، آرش، شادی خانوم. ببخشید شادی خانوم، این در رو باز میکنید؟ من سیمین رفته، بعد برقم که نیست، منم کلیدم جا گذاشتم. این در اگه میشه شادی، صابون حاضره. ببخشید شما؟ والا چرس کنم، تا دیشب که شوهرت بودم، الانم مخلص، چاکر، نوکر، هرچی تو بگی. یعنی چه؟ ببخشید آقا، این اطراف آژانس هست؟ بله خانم، شما کجا تشریف میبرین؟ کار؟ کار مهمی دارم. چرا با پژو خودمون نمیری؟ سویچش دم دره. رخت خواب مرا بنداز عزیزم. شادی خانم. روشن شو، روشن شو. خدا این چه بلایی بود صبح اول صبحی. روشن شو، روح
کجا خانم؟ وای آقا سهراب، باورت نمیشه چه خواب عجیبی دیدم. صبح پاشدم دیدم توی خونه ای که اصلا نمیدونم کدوم گوری هست. پرسیدم کجا؟ یعنی با کی کار داری؟ یعنی چی کجا با کی کار دارم؟ منم خانم پارسی؟ هر کی میخوای باش، با هر کی کار داری اول زنگو بزن بعد. یعنی تو منو نشناختی؟ این برجو من ساختم، بزرگترین پنتهاوسش هم خونه منه. اون وقت میپرسی من با کی کار دارم؟ زنگ بزنم. آقای پاک نژاد سلام، خدا رو شکر دیدمتون. این امروز چشه؟ خانم چی باشن؟ ها فهمیدم، شوخی جدیده. باشه باشه زنت میشم. ایشون چی هستن؟ میگن صاحب پنتهاوسم، الان که میخواد زن شما بشه. فکر میکنم گداست. من گدام؟ الان میرم دفتر وکیلامو میفرستم سراغت. اگه شده این برجو دوباره از اول بخرم 24 ساعت از اینجا بیرونت میکنم. خانم وکیلت بفرست، منتظرش هستم. میفرستمش. انشالله برای تو یکی که نباید توضیح بدم کی هستم. باز کن درو. باز مگه اینجا پارکینگ عمومیه؟ شما امروز چه مرگتونه؟ باز کن درو تا اخراجت نکردم. منم شادی پارسی، مدیر عامل شرکت. حتما منم جد باشم. بکش کنار و فرخونه تو. خانم کتیرایی مدیر عامل اینجاست. گفتم باز کن درو. برای آخرین بار میگم. بله اصلا دو بار میداری. برو اقام تو قطع نکردم. برو بیدم، برو بیدم. خیال گرده چیگه؟ چیکار میکنی؟ آروم باش. گفتم تو ماشین من چیکار میکنی؟ هنوز نفهمیدی چه خبره ها؟ از ماشینم هم پیاده شو. پس تو میدونی چه خبره ها؟ ماجرا چیه؟ تو ماشین من تو اون خونه. همه چیز زیر سر توه. ما حرفامونو قبلا زدیم نه؟ چه حرفی؟ چی گفتیم؟ تو آدم خوبی هستی، اینو دیشب هم بهت گفتم. در حق منم خیلی لطف کردی. تو باید یه فرصت دیگه هم به دست بیاری، این حقت. خب همین. تو رو خدا روشن و واضح برو سر اصل مطلب. بگو اینجا چه خبره؟ مگه نگفتی همیشه میتونی خوشبختی رو به دست بیاری؟ خب تو شرایط جدید امتحان کن، حتما موفق میشی. این یه فرصت. فرصت چی؟ میخوای بگی چون تو حرفای دیشب من خودخواهی بوده باید همچین بلای سرم بیاد؟ نه اینجوری حرف نزن. ببین تو چی میخوای؟ بیا یه معامله ای بکنیم. خب حق با توه، من دیشب این آدم های احمق حرف زدم، منو ببخش. چقدر چی؟ چقدر بدم همه چی برگرده سر جای اولش؟ چقدر بدم شرتو کم کنی؟ اصلا خوشم نیومد. ببین تو رو خدا اذیت نکن، من کلی کار دارم، قرار دارم. تو هیچ کاری نداری، همه چی مرتبه، نگران نباش. اینم جزی از زندگی خودت توه. این چیه؟ علامته؟ یعنی سود بزنم میای؟ من نمیذارم تو باید توضیح بدی. من نمیذارم. آرام پیاده شو برای توضیح بدی. مخلص هرچی با وفا در به در و فلاکیه هم دم خاک رو زفا ببخشید حقوقش چقدره؟ آها وزنم چقدره؟ چقدر باید باشه؟ 60 کیلو؟ خب بله من حدودا 59-60 کیلو هستم. بله
فردا بیام؟ نه نه میشه یه هفته دیگه، من یه 7-8 روز کار دارم، همون 7-8 روز دیگه میام. بله خیلی ممنونم، خداحافظ. آی یه هفته وقت دارم بشم 60 کیلو، یعنی 30 کیلو باید لاغر شم. سلام شادی خانم، چیزی شده؟ شما راه اون خونه رو بلدی؟ ها؟ دستم درد میکنه، میتونی من تو خونه برسونی؟ آه بله بله. شما با ما نمیای؟ آها از اون درد. ببخشید آخه من تا الان ماشین دنده رو فرمون سوار نشده بودم. ببخشید شما میدونید چجوری آدم میتونه تو یه هفته یه 30 کیلو وزن کم کنه؟ نمیدونم. نمیدونم. من قدیم راننده بیابون بودم، جاده چالوس، یادش بخیر چه جاهایی میرفتیم تو این بیابونی که میرفتیم. چه خوبه همه ماشینا پدال ترمزشون همین وسطه. آره شما این پایین راحتی؟ آها باش. رسیدیم. شما قبلاً هم رانندگی کرده بودین؟ بله یه بار ماشین توران خانم رو آوردم توی حیاط پارک کردم دیگه. بعدش ترسیدیم آقا همین، بالاخره رانندگی یاد گرفتینا. من که رانندگی بلد بودم. توران خانم ببخشید چطور میشه آدم تو یه هفته یه 30 کیلو این شیکم هیچی واقعه؟ حمید خان این سبی چرخی رو بذارین تو ماشین بریم شادی جان. از واشر کارترش روغن میده. تو معلوم از کجایی؟ باز قاطی کردی؟ آرش خیلی کفریه. آرش شوهرمه. آره لای قربونت برم، من بچه‌م دارم دوتا. آره تو حالت خوب نیست. الو شیرین جون سلام. شادی اونجا نیومده؟ نه 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 به خدا دعوامون. آخه من کی باش دعوام شده؟ ای بابا چرا آخه این فکر رو میکنی؟ نه اصلا خبر ندارم. کجاست؟ ای بابا مثل که من زنگ زدم بپرسم ها. بیا نمیدونم. بیا بالا نمیدونم. الان دوباره دعواتون میشه ها. نه خداحافظ. بشین شادی جان بشین. ای خدا مرگم بده، تو رو به خدا ببخشید عرفان. آیا 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 مطلب خواهی کن از خاله ببینم. ببخشید خاله فکر کردم بابا هوشنگه. بودو بینم خاله پارمیس خونه هست. بهت میگم برو. پارمیس اسم دختر من پارمیسه؟ آره آفرین آفرین با خودت تکرار کن. پارمیس اسم دختر من پارمیسه. پارمیس اسم دختر من پارمیسه. پارمیس هر وقت عصبانی شدی به
خودت بگو دو تا بچه داری، یکی پارمیس یکی پارسا. خب نگاه کن، صد بار به این بچه میگم کفشاتو اینجا نذار. شادی جان بهت نگفتم؟ نگفتم با من درد و دل کن؟ اینقدر تو دلت نریز، بابا زندگی همینه دیگه. هی به خودت بگو دوتا بچه داری، پارسا کاکل به سرمه، پارمیز خنده اصلمه، شوهرم هم آرشه دیگه. به 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 به، مبارکه مبارکه. چشم چاله مشرف فرمودید شوهرتون چیه؟ ای بابا حالا تو هم بخیر آوردی ها، بلاهایی که تو سر آرش میاری اگر من سر هوشنگ در بیارم کلمو از اینجا کنده. از زورم تو میرسه؟ دروغ میگی شاده خواه، دروغ میگی، دروغ میرسه. عرفان بابا کجایی؟ وسط کادو گرفتم، بیا بابا. بشین عزیزم بشین. ببخشید تفلک بچه هم عادت داره به این کادو، مگه نو بابایی؟ ها؟ نه عزیز من هیچ اتفاقی نیفتاده. بابا تو چرا باور نمی کنی؟ ای اومد اومد به زنگ میزنم. کدوم گوری بودی؟ ببین اصلا منو خورد نکن، جواب منو بده. کدوم گوری بودی؟ کدوم گوری بودی؟ ده جواب بده. زفرانیه. زفرانیه؟ اونجا چه غلطی میکردی؟ سر من داد نزن، من که زن تو نیستم. به درک نیستی، مادر بچه ها که هستی. آرش، آرش سپهری نه؟ ببین من اونی که شما فکر میکنین نیستم. من فوق لیسانس معماری نوین دارم از لندن، کارم برج‌سازیه، خونم هم توی پنت هاوس توی زعفرانی هست. حتما ماشینت هم بنزه. بله دقیقاً. ده خجالت بکش، اصابانو خورد کردی با این مزخرفات تکراریت. نذاشتی برم لندن، نذاشتی برم لندن، اصلا نذاشتم که نذاشتم. چی میگی تو بعد 10 سال؟ الان حالیت میکنه. آها خودش اومد. سلام. اینه؟ بله این سویچ ماشین. شادی خانم خودش گفته بود دستم درد میکنه. دست درد نکنه. من... بله بفرمین. آرش جون میخوام ببینم چطوری میتونم توی... بابا بچه خودشو کش، نمیخوای بغلش کنی؟ بگو ببینم بابا چی میگی؟ میخواستم ببینم که واقعا من چطوری میتونم تو یک هفته 30 کیلو وزن کم کنم. آها من چه میدونم، میخواد نخور تا بمیری. چه خبره؟ بچه هلاک شد. چه؟ آخه صبح مثل دیوونه ها پاشدی و بعد آقا این دوروره آژانس هست، بعدم زدی بیرون و من واقعا معذرت میخوام. به هم میگی چی شده؟ قول میدین حرفامو باور کنین؟ آره تو دروغ نمیگی. یکم عجیبه، خودم هم میدونم. واقعیت اینه که من چندین شرکت ساختمانی دارم، فردام قراره کلنگ یه مجتمع 800 واحدی رو بزنم، کلی وزیر و آدم های مهم من برای مراسم دعوتم. نبودن من برای شرکت خیلی بد میشه. من بیشتر از 500 تا کارمند غیر رسمی و رسمی زیر دستم کار میکنم. ببینید من اصلا تو زندگیم ازدواج نکردم، نه با شما نه با هیچ کس دیگه. اصلا بین وقتشو نداشتم که به این چیزا فکر کنم. تا اینجای حرفام باور کردی؟ آره آره ادامه بده. همه چی خوب بود. خوب که نه، عالی بود. تا اینکه دیشب زنگ زدم پیتزا سفارش دادم. یه پیرمرده که تو چرا اینجوری منو نگاه می‌کنی؟ نه
ادامه بده. پیتزا. یه پیرمرده برام پیتزا بود. توی برج؟ پنتهاوس؟ آره توی برج. تو فکر میکنی من دیوونم؟ نه 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 نه، ببین عزیزم، من تو رو درک میکنم، یعنی تو خسته شدی و ببین ما شاید که نتونیم بریم توی برج زندگی کنیم، یعنی شاید که نه، قطعا نمیتونیم بریم، ولی من قول میدم که برات پیتزا رو بخرم. ها؟ خوبه؟ خوبه؟ بخند دیگه، بخند شادی. ای خدا، پارسا رو خوابوندم، شب یادتون نره. این اولین باری نیست که دور هم نشستیم تا یه کاری بکنیم. البته آخرین بارش هم فکر نمی کنم باشه. حالا همین جا این چه قیافه ای تو بر خودت درست کردی دیگه؟ نکن خود دیگه. نه آخه گوش کن، باور کن، من یعنی این فرمول کشف کردم که چطور میتونم تو یک هفته 30 کیلو وزن کم کنم. خب این رفیق من وشوکاره، باورت نمیشه، این وقتی رو هوا میچرخه. آها خیلی خوب، یعنی فهمیدم، عالیه. باشه نکن کار. باش، ولی یادت باشه تو هفته دیگه منو همین جا میبینی که 30 کیلو وزن کم کردم و از سولاخ کلید رد میشم. یعنی اینو میبینی؟ حالا حمید آقا ببخشید، میشه این حلقه رو بدین من بچرخم؟ ده خرابش نمی کنید؟ نه بابا این چه حرفیه، مطمئن باشین. آفرین آفرین. پیتزای تکالری با سنبول تو زیره برای حذف چربی، پیتزای تند هندی برای آرش سپهری، یه پیتزای ملایم با پنیر فرام، یه پیتزای زعفرونی واسه لحظات شادی، یه پیتزای دریایی واسه پرمیس رویایی. فقط رژیم چاقی. چش نخوری الهی؟ قربونت دارم الهی. نوار جویده شده. عیبی نداره، این واقعا تک کالری ها. معلومه اون 5 سال ضمانت داره، پس حسابی رستورانمون میگیره. با مطمئن باش خانوم، ولی من میذارم زیرش. زیر چی؟ زیر قرارداد. چرا؟ آخه پسر خوب تو عقل داری؟ ما 6 ماه باید اینجا رو راه بندازیم، در غیر صورت باید 6 میلیون ضرر بدیم. ها همین طور خدا اینقدر حرفای تکراری نزن، هممون زیر اون قولنامه رو امضا کردیم، هممون هم چک و سفته دادیم. خب اگه بخواین نمیزنم. چی رو نمیزنی؟ زیر قراردادو. پس باید دست بالا بزنیم. لازم میخوای دست بالا بزنیم؟ بابا یارو داره مغازه رو تحویل میده، خدا وکیلش هم تا الان بهتون حال داده، لطف کرده. همچنین مفتم نیست، 50% سود مال اونه. بله اصلا داره ما رو قشنگ استثمار میکنه. میشه تو به من بگی طرف کی هستی؟ بابا تو رو خدا یکم جدی باشیم. اینو راست میگه. نظر تو چیه شادی جون؟ آخه فکر افتتاح رستوران مال تو بود. من؟ آره تو. توران جون امروز شادی خیلی حالش خوب نیست. ببینید شما پیتزاهاتونو بخورید، من با هر حرفی که شادی خانم بزنه موافقم. من ساعت 5 صبح بعد برم میدون تربا، پس جلسه رو میذاریم واسه روزی که حال شادی خانم بهتر بشه. باشه عرفان بریم. خب پس بذارید من یه جوک بگم. یه روز یه ببخشید. تو اینجا چی کار میکنی؟ با آرش خان کار داشتم، میخواستم بپرسم کلاس امروزمون چی شد. ببخشید من فکر کردم توران خانم بهتون گفتن. وا من که گفتم افتاده فردا. نه توران جون گفت. من یعنی من به تو دروغ گفتم؟ نه من فقط میخواستم مطمئن بشم. فردا کلاس جبرانی میذارم.
خب من برم یه دوزار کاسبی کنم برگردم. ببخشید کار شما چیه؟ درست میشه. اینم برای شادی خانم. شادی خانم بیا ببین چه بناگوشی برات گذاشتم سفارشی. دیگه امروز رژیم پژیم خبری نیست، همه باید این کله رو الفتی بخوریمش. یه لقمه من بزنم. بیا خانومم اینم لقمه سفارشی. دستشو درد نه، بذار برات زبون بذارم کیف کنم. بیا حمید جون این چشمال تو که دوست داری. حمید عاشق چشمه. ما اون رفاق شکرم حمیدو حامله بوده یک کله پاسه آوو خورده. مقد نمیدونستی؟ به چشمش نگاه کن، مثل چشمای آوو میمونه. من فکر کنم که منظره سر مادر حمید گلو باشه. چش گاو بشده جا چش آوو. اوچن از مغز میمون که بهتره. عزیزم بیا بشین، برات مغز گذاشتم، بیا بشین. چه کله ای؟ چی شده؟ شادی؟ گرفتاری شدم. شما من نیستی؟ نه خیر، خوشبختانه یا متاسفانه نیستم. نمیدونم. سلام، پارمیس آماده است؟ آماده؟ دیر شده ها. دیر شده، دیر شده ها. چی دیر شده؟ مهد کودک دیگه. مهد سرویس میاد دیگه. اومده دیگه، سرویسشون منم، سرویس اختصاصی پارمیس فرقا. بودو بیا بریم خاله جون. بریم بچه ها، تو باغ نیستی شاده جون؟ خدا کمکشون کنه. چند روز پیش آدرس یه دکتر رو بهشون دادم، خدا کنه جواب رد بهشون نده. واقعا یادت رفته بود امروز نوبت واکسنشه؟ نه یادم که نرفته بود. البته حق بهت میدم که حواست پرت باشه، اگه من جای تو بودم کله اون ناهیدو میکندم. ناهید؟ کلهشو بکنم؟ شادی جون ما هم که یه مهمون همیشگی داریم، این سیریش هم چسبیده به زندگیمون، ولکنمون هم نیست. از قدیم عروس خواهر سایه همو با تیر میزدن. این فکر میکنه خونه ما پانسیونه، منم باید ازش نگهداری کنم. به من چه که از تو نگهداری کنم؟ برو دهاتتون. کی؟ ناهید دیگه. من سرم خیابون پیاده میشم. بذار ببینم مسافره نیست، الان راه میافتیم. مستقیم 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 خانوما مستقیم میرین؟ بفرمایین. ببخشی خانم نوبت اون ماشین روشن داره حرکت میکنه. چی آقا؟ چی شده؟ آقا کی باشن؟ آقا رئیس خط اینجا باشه. آقای رئیس خط اینجا، گذاریم داریم میریم. چی حالا؟ عرض کردم خدمتتون اینجا نوبتیه. منم خدمت شما گفتم داریم میریم. شرمنده تونم، اینجا نوبتیه. یه لحظه بفرمین اینجا. شست. یه لحظه بیاین اینجا. بیاین تشکاشی فیاریم. این چیه؟ کدوم؟ همینی که بغل صندلیه. ببرش بالا.
گفتم ببرش بالا. اده ببرش بالا دیگه. رو من قفله فرمون میکشی؟ یک بلایی به سرت بیارم خودت حس کنی. رو زن قفله فرمون میکشی؟ ایو هنناس کمک دعوا خدا کمک. رو زن دست بلند کرده، دارم کار میکنم برا زندگی. این چه وضعیه؟ این چه وضعیه؟ چی میگی تو؟ چی میگی؟ جانم ای خدا چی کار کنم؟ داغه، خیلی داغه. چی کار باید کرد؟ نباید روش پتو بندازی. نباید بندازم. حالا چیکار باید بکنم؟ نمیدونم. نمیدونی؟ نمیدونی؟ سلام، بیا تو. بچه، بچه داره میمیره. چی شده؟ کدوم بچه؟ بچه کوچیکه. پارسا؟ آره. چه شده؟ نمیدونم، داره میمیره. خیلی خوب، هوشنگ، بوده بیا پایین. جانم، ها؟ ساکت بابا، یکی اینو بگیره. خب نزنید ولی بزنیم، داریم میمیره. بسته دیگه بابا، باز چه مثل یکت دوزیه بانکه؟ الان قشم کنیم میفتی اینجا؟ لباس تو گیر دادی ها، الان وقتی یه حرف واسه زن. یه کلمه دیگه حرف بزنی جفتتونو میکنم بیرون. بسته دیگه. شادی؟ استامینوفن داری؟ بله بله. جانم خاله. پارمیس، یه دقیقه بیا. بیا. مامانی داروها رو کجا میذاره؟ اون بالا که دستم نرسه، بغل شکلاتا. استامینوفه. میشه بگی مسخره بازی تا کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ با فرصتت چطوری؟ عالی، حرف نداره. روزی 10 بار کنه بچه میشورم. یه بچه مریض رو دستم مونده. شوهرم مسافر کشه. با یه همسایه که دائم تو کار هم سرک میکشن و با دیدن کله پاچه آب از لب و لوچشون آویزون میشه سر کله میزنم. همم دارن کله ملق میزنن که یه هفته یه رستوران را بندازن. پس حسابی خوشبختی. تو به این میگی خوشبختی؟ ببین، هیچ رایی نداره برگردن. تو که تو مدیریت خیلی اداعات میشه، خب کمکشون کن. ببین آقای محترم، من اندازه کافی خودم گرفتاری دارم. کمکشون کنم؟ ببین یعنی این کارو بکنم دوباره برمیگردم سر جای اولم. سعی کن زندگی کن، فقط همین.
سلام شادی خانم. پارسا جان خوبه؟ خوبه بله. خب خدا رو شکر. دوست دارید قضیه این سرقت بانک رو براتون تعریف کنم؟ سرقت بانک؟ بله. باشه باشه. فقط من الان با توران خانم یه کار واجب دارم. میشه بذاریم برای بعد؟ باشه باشه. سلام بیا تو. ببینید راه اندازی رستوران اصلا کار مشکلی نیست. البته قبول دارم که وقت کمه، ولی ما این کارو میکنیم. ما فقط 6 روز فرصت داریم. ما طرف انقدر دستمون عصبانی که اصلا حاضر نیست قراردادشو تمدید کنه. اگه تا 6 روز دیگه این کارو کردیم چی؟ 6 روز مگه میشه؟ بله در 6 روز میشه پی یک برج ریخت. دختری یه چیزی شده. غمگینی حمید آقا؟ نه بابا چیزی نیست. میخواستی جریان سرقت بانک رو برام تعریف کنی؟ دوست دارید بشنوید واقعا؟ خب بله. خب آخر راست شادی خانم، من یه زمانی بود که توی بانک کار میکردم، میدونید توی بانکی که همه از من حساب میبردن. باور کنید وقتی پامو تو اون بانک میذاشتم یه سکوت عجیبی حکم فرما میشد. تنها صدایی که میومد فقط صدای کفشای من بود. دروغ نمیگم، این تعریف از خودم نیست. همه از من یه جوری حساب میبردن. میدونید تو اون بانک تمام این چیزایی که میگم جون این هوشنگ راست میگم. یعنی جذبه من جوری بود که همه آدم ها رو تحت تاثیر خودش قرار میدن. بشین زمین. باشه باشه آروم. تمام. خیلی خوب آروم. تمام. باشه. بشین آروم. حواست باشه. بشین بابا. تکون نخور. آفرین. به خدا من بیگناه. مادرم مریضه. احتیاج به پول داره. چرا کار نمی کنی؟ کار؟ کار می کردم. ولی خرج عمل زیاده. با کار جور نمیشه. خسته. جناب رئیس، این دوتا گناهکار نیستن. میدونید مجبور به این کار شدن. خلاصه تحویل شما. کجا؟ خب رئیس عزیزم، میدونی من دیگه نمیتونم تو این بانک باشم، من باید برم. فقط لطف کنید استعفای منو بفرستید خونه تا من یک امضا کنم. قبول نخور.
نه نمیشه بری. این بانک تازه به وجودت احتیاج داره. کجا میخوای بری؟ میدونم ولی نمیتونم. نه نمیتونم. تو هم اگر خواستی بعد از حبس کمکت میکنم. خلاصه این که این تمام این ماجرایی بود که تعریف کردم. وای چه جالب. شما آدم جسوری هستی. خواهش میکنم. باور کنید اتفاقا خیلی ها این حرفو میزنن که جسورم. الان چیکار میکنی؟ الان دارم وزن کم میکنم. دارم وزن کم میکنم که بتونم این شغل جدیدمو به دست بیارم. خب میدونید همین؟ بله. بالایی؟ آره. دکتر دیر شد. تو هنوز لباس ورزشی تنته؟ خب شادی خانوم کارم داشتش. من؟ من چشم الان میرم لباسمو بپوشم. برامون دعا کن. جواب این دکتر آخرین فرصته. شادی سوخت. کلی هم برای زحمت کشته بودم. همش سوخت. فدای سرت. امشب شام مهمون منین. آمادشی میریم خرید. بهترتون محشر بشه. فقط همین یه دست میده. هر چی داشتیم فروش رفته. میخواید امتحان کنی؟ اگه ممکنه. خواهش میکنم مغازه به خودتون تعلق داره. بفرمایید. خیلی خوب شدی. چقدر بهت میاد؟ خیلی عجیبه. با این مانتو احساس میکنم دوباره خودم شدم. همون شادی واقعی. 110,000 تومان. این که زدگی هم که داره. فدای سرتون. شما بپسندید تخفیفش با من. باور کنید لنگشو هیچ جا پیدا نمی کنید. تازه یه خیاط خوبم داریم که اگر بخواید براتون درستش میکنه. مثل ما. نه آقا جون از در خونه ما تو نمیاد. ممنون. شادی درش بیار. ولی من ازش خوشم اومده. بخوام 100,000 تومان پول اینو بدم میدم 4 عرق لاستیک برای ماشینم میخرم که اگه پنچر نکنم. ما خرجی از مهمترم داریم. بجام میخواییم بریم سلطانی از اون کباب کوبیده که دوست داری بخوریم با دوغ و پیاز. سپون ببینم سهم من توی زندگی فقط کباب کوبیده و دوغ و پیازه؟ همین که صبح شب جون بکنم بچه داری کنم آشپزی کنم آخرش که چی؟ تو که نمیتونستی حتی یه مانتو واسه من بخری بی خود با من ازدواج کردی. تو میدونی میتونستم به کجا برسم؟ جواب بده. خیلی خوب اگه اینقدر برات مهمه بخرش. به اندازه خرید این که پس انداز داریم. ولی بذار یه چیزی بهت بگم. تو اون شادی نیستی که من میشناختم. آره چون همیشه عادت داشتم سرام بندازم پایینو بگم چشم. تو بدبختی دست و پا بزنم و صدام در نیاد. باشه. نه خیر. اون شادی که من میشناختم برای اینکه احساس خوشبختی بکنه نیاز به یه مانتوی 100,000 تومانی نداشت. خیلی خب مهم نیست. ما
مهم نیست، بخرش، دندم نرم، چشمم کور، پولشو میدم. نه خیلی ممنون. میریم دو سیخ کوبیده میخوریم با دوغ و پیاز، آروغ میزنیم و با تمام وجود احساس خوشبختی میکنیم. این درسته. چطور بریم کله پاچه بخوریم؟ من معذرت میخوام، این روزا خیلی فشار رومه، حرفای احمقانه ای زدم. نه اتفاقا، از اون موقع تا حالا دارم به حرفات فکر میکنم. حق با توه. میدونی منم از این شرایط راضی نیستم. منم دلم میخواست میرفتم دنبال موسیقی، آرزو داشتم چیزی رو که میخوام به دست میآوردم. خوب شروع کردیم ولی نشد. اون بدشانسی. کدوم بدشانسی؟ شوخیت گرفته؟ میدونی تو زن خیلی خوبی هستی، خوب تونستی تو تمام این سالها، تمام بدبختی ها، تمام مشکلات و آتی سوزی مغازه ساز فروشی و همه اینا رو خوب تحمل کردی. من آدم خیلی خوشبختیم. میدونی چرا؟ بگو. چون تو رو دارم. پاشو پاشو پاشو، هنوز یه پیانو داریم که 2 میلیون تومن میخرمش. پاشو. دیگه میتونم قرقرای توران رو تحمل کنم، نه بد اخلاقیای هوشنگو. من از هیچ چی شانس نبردم. اون از شوهر اولم که عوضی از آب در اومد، اینم که حالا منم دلم یه زندگی خوب میخواد با عشق. این حقمه نیست؟ چرا؟ چرا هست؟ خوشحالم که حرفمو میفهمی. آخه تو هم مثل منی بد شانس. میدونم با شادی. با شادی چی؟ هیچی، اصلا با شادی کاری ندارم. اصلا اونم میتونه باشه. من و تو میتونیم با هم. اوه صبر کن صبر کن صبر کن، هیچی دیگه نگو، حتی یک کلمه. بذار یه چیزی بهت بگم تکلیفت روشن بکنم. من یه موی گندیده شادی رو به یه دنیا نمیدم، فهمیدی؟ اگر خواهر هوشنگ نبودی، لا اله الا الله. اگه لاغر بودی کار بهت میدادن، کار در دست نمیدادی. چاقالو دستت بکش. چرا اینجا نشستی حمید آقا؟
پس رژیم چی شد؟ چه رژیمی شادی خانم؟ رژیم، ورزش، همش کنسل شد. بلکه کارو دادم به یکی دیگه. اصلا من هیچی، هیچی. این همه زحمت، باور کنید تمام غم و بدبختی دنیا رو سر من داره میریزه. بعد پاشدم رفتم با سیمین دکتر. دکتر برگشه به سیمین گفت ببخشید. چی شده؟ دکتر چیزی گفته؟ دکتر آب پاکی رو ریخ رو دستم. اشکال از هم میده. چیزای خوب فکر کن. بین که شوهرتو داری، بین که شوهرتو دوست داری، خوشبختی رو باید پیدا کرد. مشکل اصلی شماه. دست شما درد نکنه دیگه. حالا مشکل ما شدین؟ بله شما. شما ادعا میکنید که بهترین پیتزا رو میپزید. خب بله. مگه شما نخوردین؟ تو رستورانی که کار میکنید راضی هستید؟ راضی؟ ما این صاحبکار عوضی که ما اونجا داریم مثل جهنم میمونه برامون خانم. ولی خب چیکار کنیم دیگه؟ مجبوریم از ناچاری اونجا واسیم دیگه. خب پس حداقل شما نباید نگران آینده باشید. هم تجربه دارید هم توانایی. باید به دیگرانم روحیه بدید. خیلی کارا میشه کرد. ما میتونیم موسیقی زنده داشته باشیم. میدونین آرش پیانو داره. حمید آقا با اون کاری که تو بانک انجام داده نشون میده که آدم محکمیه. حسابداری رستوران با بانک. مگه شما میدونید تو بانک چه اتفاقی افتاده؟ بله بله حمید آقا برام تعریف کرده. نه شاد خانم، حمید اصاره ترسه. راستش بخوای ماجرای بانک اینه. آقا وقتی پول تو حسابت نیست برای چی چک میگیری؟ خب عزیز من تا یه حدی میتونم کمک بکنم. الان کلر میره، من باید برگشتش رو بفرستم بره. نه جان من، آخه بار اولتی. عجیبا، بفرست بیارن آقا، بفرست زودتر پولو بیارن. سند جان خسته نباشی. قربانت. این صندلی من نمیدونی کی برداشته. دست درد نکنه. من چه بدونم کی برداشته؟ آها خب نمیدونید که یواش خوب رئیسا. آقا من با تماس میگیرم. قربانت. احمد صندلی رو برداشته. احمد و... بازم چه دیر اومدی؟ سلام. چه سلامی؟ سلام ساعت 7 صبح نه یه رو بشت. تا آخر هفته فرصت داری خودت اصلاح کنی، وگرنه اخراجی. امروز پنجشنبه است، یعنی یک هفته دیگه من وقت دارم اخراج. نخه، فقط تا آخر امروز وقت داری. آها. شیرفهم شد؟ بله کاملا شیرفهم شده. آقا من؟ بله بله، چی کار دارین؟ فیشه ها، برق، بفرمایید. برو بابا. شما بازنشسته های عزیز، بفرمایید. ای بابا، آج خانم شما چرا؟ سرکار خانم، شما تشریف بیارید، در خدمتیم. بفرمایید. خسته نباشید. Thank you.
لعنتون بشینی. بشینی زمین، بشینی. من به تو نیستم، من به تو نمیگم بشین. بشین دیگه. من صندلی ندارم. نمیخواد بشینی. برو گاف صندوق خالی کن. برو 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 دیگه. وای وای حمید خان چی شد؟ تا دو روز که پیداش نبود، طوری که پلیسا فکر کردن هم دست دزداست. آپارتمان گرفته. گوش کن. فکر می‌کنی بعد دو روز کجا بود آقا؟ قش کرده بود افتاده زیر میز. خدا رحم کرده بود. تازه از اون موقع ترسید دیگه بانک هم نرفت. فکر کنم چیکارش کردم؟ اخراجش کردم. به همین سادگی. خیلی خوب. از شوخی بگذاریم. خب از فردا شروع میکنیم با تمام انرژی. حمید و سیمین کارهای رنگ و نقاشی و اینجور چیزها رو انجام میدن. آرش کارهای برق و بنایی و ساخت و ساز رو به عهده میگیره. هوشنگ خان انتخاب فر و یخچال با شما. توران جون میز و صندلی رو هم شما انتخاب میکنی. خب بقیه کارام با من. مگه دیگه کاری هم میمونه؟ بله، از همه مهمتر تبلیغات. سلام شادی جون، آرش چطوره؟ پارسا جون خوبن؟ پارمیس جون چطورن؟ یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور بر آرش بپلکی با همین سیمای گیتار از سقف آویزون رو. خیلی دوست دارم فقط یه بار دیگه یه کلمتی آرش ببینم. روشنه؟ حالا مثل بچه یادم برمیگرد دادتون. حالا تا این گیتار رو تو حلقت فرو نکردم، مثل یه دختر خوب میری و برای همیشه فراموش میکنی که مردی به اسم آرش رو تو زندگیت میشناختی. اسمش چی بود؟ نمیدونم. حالا خوبش. مبارکه، خیلی هم مبارکه. شد 10 تا. بالاخره شکستت دادم. امسال من زودتر هدیه‌مو دادم. دیدی بالاخره باختی؟ دیدی بالاخره باختی؟ اول سر تو رو ببره یا اون ککو؟ مثل بچه آدم قبول کن که بالاخره شکست خوردی، یعنی شکستت دادم بعد 10 سال. میبینم که چشات گرد شده. نه بازش کن، بازش کن، زود باش، زود باش، زود باش، بازش کن، بازش کن، بازش کن، زود باش. بازش کن دیگه، بازش کن. وای نه، چرا این کاری کردی؟ لاستیک ماشینت واجب تر بود. ژیگولر یادته؟ بلایی به سرش آوردم، تمام موهاش سیخ سیخ شده بود. شرط میمدم از دفرسخی منو ببینه، کرکره مغازش میکشه پایین. حدس بزن چند؟ 65 تومن. ولی بازم خیلی گرد. ول کن دیگه بابا، دو سه شب اضافه کاری یله. تو اصلا به این چیزا چیکار داری؟ نمیدونم چی بگم. لازم نیست چیز بگی، برو سر اصل مطلب. زود باش، زود باش. کادو؟ تو یکم عجله کردی، حالا که وقت هست. لوسبازی در نیار، تو آدمی نیست که تا بعد از اون صبر کنی. یادت نیست پارسال ساعت 3 صبح منو بیدار کردی کادوم بهم دادی؟ بجنب بینا بجنب. یعنی من یادت رفته؟ قشنگ میزنی. تو چرا هیچی به من نگفتی؟ مامانت اینجور موقع چی کار میکرد؟ مامان همیشه منو غافلگیر میکرد. بابا چی بیشتر از همه دوست داره؟ شما رو. خب دیگه بعدشم ما، بعدشم دلمه برگمون.
بفرمایید. چه کمکی از دست من برمیاد؟ در واقع کمک های دو طرفه. پس رفتین سر اصل ماجرا، یعنی معامله. دقیقاً. کارتون چیه؟ من میخوام رستوران رو افتتاح کنم. احتیاج دارم برای روز افتتاحیه چند هنرمند معروف توش حضور داشته باشن. من دلال روابط عمومی نیستم خانم. منم بیمزد کاری از کسی نمیخوام. تو برام چی کار میکنی؟ چک سفید میدی؟ از اونم مهمتر. مثلا؟ چند وقته که میخوای برای شرکت برج‌سازی فعالیت تبلیغاتی داشته باشی، ولی موفق نیستی. راز موفقیت شما میدونم. معامله خوبیه نه؟ تمام نقاط ضعفتو توش نوشتم. همین امروز برو شرکت، اصلاحش کن. اگر موفق شدی کار منم انجام بده. شادی؟ پارمیس؟ مبارکه! مبارکه! اینجا چه خبره؟ سالگرد ازدواج مامان و باباست. بفرمایید. غافلگیر شدم ولی هنوز از دلم در نیومده. حالا چی؟ این دیگه واقعا هیجان انگیزه. نمیخوای که خود درستشون کردی ها؟ یکی یکی اینا رو خودم درست کردم با همین انگشتام. و این کار پیکاسوه یا پارمیس؟ خودم کشیدم با همین انگشتم. ولی هنوز برای جبران امروز کوچیکه. بزرگش اونجاست. این دیگه چیه؟ فروشنده گفت بهترین نوع لاستیکمون. سیمین جون و توران جون. چشم. ببین اگه پارسا بیدار شده من صدا کن. نوبت توی که فوت کنی. قبل از فوت کردن میخوام آرزو کنم. من توی پنت‌هاوس زندگی می‌کردم. مدیر عاملی مجموعه از شرکت‌ها بودم. هیچ چیز نبود که اراده کنم نتونم به دست بیارم. یعنی فکر می‌کردم که همه چیو میتونم به دست بیارم. امروز همه اونا رو از دست دادم. ولی چیزی رو به دست آوردم که از همه اونا با ارزش داره. تو واقعا فکر میکنی که این زندگی واقعیت نیست؟ نمیدونم، مهم نیست. شاید زندگی اصلی من اینه و همه اونا رو تو خواب دیدم. فقط از یه چیز مطمئنم،
اینکه دلم نمیخواست امشب به جز اینجا جای دیگه بودم. چی آرزو کردی؟ میگن آرزو رو نباید به زبون آورد. پس از این زاری مکن، حواس یاری مکن، به خبرم دل دیوانه. پس از این زاری مکن، حواس یاری مکن، به خبرم دل دل دیوانه. دوست دارم میدونی که این کار دل گناه من نیست، تفسیر دلش به تو میدونم کرده. بیا چی به خبرم دل دیوانه. خودم هستم، متشکرم. تا یه ساعت دیگه اونجا. من هیچ وقت فکر نمی کردم که به این راحتی بتونم تبلیغات اون شرکت رو به دست بیارم. راستی شما کی هستین؟ مهم نیست. شما چی کار برای من انجام دادین؟ من میخوام بدونم که ممکنه همکاری ما ادامه داشته باشه؟ اگه شما کار من رو بندازین چرا که نه؟ شما که میدونین گروه موتورسواران فیلم سینمایی دنیای دیوانه امروز رو بورسن. خب مردم هم دوستشون دارن. من اونا رو با موتوراشون میتونم افتتاحیه دعوت کنم. چطوره؟ عالیه.
چی میخوای؟ چه کوچولوی نازی، پارساست نه؟ گفتم چی میخوای؟ پس پارمیز کن. اذیتم نکن، تو حق نداری منو برگردونی. تو آدم خوبی هستی، اینو قبلانم بهت گفتم. آدمای خوب هر جا که باشن میتونن خوشبخت بشن، به شرط اینکه بدونن خوشبختی چی. ببین، من شوهر دارم، بچه دارم، آرش شوهرمه، دوستش دارم، عاشق بچه هامم. پس بالاخره فهمیدی خوشبختی چیه؟ آره آره فهمیدم. من از بچه هم جدا نکن. حالت خوبه؟ ماشاءالله خیلی سنگین شده. من خیلی اذیتت کردم، تو مرد خوبی هستی. ازت یه خواهشی دارم. بگو. ازت میخوام همینجا، تو همین لحظه، هرچی خاطره بعد از من داری فراموش کنی. من دوستت دارم، تو همه این سال هم دوستت داشتم. منم همینطور. میخوام این لحظه رو هیچ وقت فراموش نکنی. بهم قول میدی؟ تو مگه بهم قول میدی؟ معلومه شما کجایی؟ شرکت داره منفجر میشه، یه بحران جدی به وجود اومده. ازتون خواهش میکنم سریعتر خودتون رو برسونید. چه خبره؟ اعضای هیئت مدیره اینجا جلسه فوق العاده تشکیل دادن. باشه میام. خانم کتیرایی، میری تو اتاق من، شماره آرش سپهری رو برام پیدا میکنی. از تو سطل زباله. ها؟ آرش اینجا زندگی میکنه؟ نه دخترم، آرش؟ آرش ندارم چه؟
مبارکه. خیلی ممنون. ببخشید این بنز مال شماست؟ بله. بعدجور پاکری من اصلا نمیتونم بیام بیرون. مگه شما رانندگی یاد گرفتی؟ بله. بله تشریف دارن. شما بفرمایید بالا. شادی خودتی؟ خیلی خوشحالم که اومدی. تو خوبی؟ خوبم. ازدواج کردی؟ نه. تو چطور؟ اصلا حتی یه بار. استاد عجله کنی، بچه ها منتظرم. باشه الان میام، فقط قرارمو یادت نره، کسی نباید بفهمه. دوست ندارم تو فرودگاه کسی بیاد بد رادم. آره می سفر رو به هم بریزم. داری میری؟ اینجوری میگن. افشین یه امانتی برات دارم. افشین. بله آقا. اون صندوقچه رو بیار بالا. چشم آقا. کجا میری؟ الان باید برم تالار وحدت، یه مراسم خدافظی از اینجور مزخرفات. ببخشید که نمیتونم ازت پذیرایی کنم، میبینی که گذارو. مراسم خدافظی؟ مگه کجا میخوای بری؟ اتریش، سرزمین موسیقی. اونجا یه ارکست برام یه اقامتنامه افتخاری گرفته. بفرمایید آقا. بیا، یادگار دوران جوانی. یعنی برای همیشه میری؟ احتمالاً. استاد دیر شده، باید بریم. خیلی خوب، بریم الان میام. ببین وقت داری با هم یه چایی بخوریم؟ من می‌خواستم راجع به مسئله مهمی باهات صحبت کنم. می‌بینی که اتریش اومدی، پیش منم بیا. نرو، خواهش میکنم امشب نرو، میخوام باهات حرف بزنم. راجب چی؟ راجب خودمون، من و تو. منو ترسوندی. بهت ایمیل میزنم، شاید هم یه روز برگشتم. خواهش میکنم، باید باهات حرف بزنم همین امشب. چقدر این صحنه برام آشناست. اگه راجب منه و میخوای از دلم در بیاری، باید بهت بگم اصلا نگران نباش، من حالم خوبه. تو هم به هرچی میخواستی رسیدی، خیلی خوبه. شاید اصلا حق با تو بوده. خداحافظ شدی. اینو یادت میاد؟ 10 سال نگرش داشتم، خیلی وقتا هم باش حرف زدم. آرش، ما با هم ازدواج کردیم، 2 تا بچه داریم. پارمیز 6 سالشه، پارسا 7 ماهشه. توی خونه کوچولوی نقلی بازسازی شده توی میدون 7 تیر زندگی میکنی. تو گیتار میزنی، البته نه به خوبی، حالا با ماشین اسقاطی مسافرکشی میکنی. ما عاشق هم هستیم، عاشق بچه هامون. میدونی بزرگترین فاجعه تو زندگیمون که اتفاق میفته؟ موقعی که من یا تو سالگرد ازدواجمونو فراموش کنیم.
من نمیدونم همینه که دیدم خواب بود یا قصه. فقط ازت خواهش میکنم، خواهش میکنم فقط به اندازه یه پرواز، به اندازه یه پرواز مسافرت تو عقب بنداز. منتظر قدومته، معنی خوشبختی من چکیده ای زنومته، واژه هر کلام تو قصه ای از محبته، وقت رسیدن به تو یه بس بی نهایت. بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه قبار غربت بگیره. بزن دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه غبار غربت بگیره. روز تولدت برام مژده زنده بودنه، تموم دل خوشیم فقط لحظه با تو بودنه، شادی محفلم تویی ای همه سعادتم، بی توی شمع خسته هم با توی بی نهایتم. بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه غبار غربت بگیره. بذار دوباره خونمون رنگ محبت بگیره، نزار هوای این خونه غبار غربت بگیره. عمر جدایی بین ما چه خوبه بی دوون بشه، بیا که این خونه ی دل با سر و سامون بگیره، حیفه که عمر ما تو این بی کسی ها حروم بشه. بلاخره شکستت دادم، امسال من زودتر ایدیمو دادم. دیدی بلاخره باختی، اول سر تو رو ببرین یا اون ککو. چه خبره؟ عجب شبی، چه خانمی، آقا رو باش، عجب حالی. محبوب ترین چهره های سینمایی مانند اعضاء یک ارکستر در مجموعه زیبا گرد هم آمدن تا معلوم بشه چرا به این خانم میگن زن بدلی. ببخشید شما؟ تو دیشب که شوهرت دیدم، الان هم مخلص، چاکر، مکر، هرچی تو بگی. توش معلوم از کدوم گوری هستی؟ مردی
مثل همه مردها. قبول شدم، اونم با رتبه 7. و یک زن. من به خودم، کارم و برنامه‌ریزیم اعتماد 100% نروی هم. مقتدر، مبتکر، ثروتمند، همه چیز داشت جز بالاخره که چی؟ یعنی شما نمیخواین ازدواج کنی؟ بعدی چاره نیست، آخرشم باید خودم بگیرمت. من شوهر دارم، بچه دارم. چیش داره؟ یک معجزه. چیش داره؟ یک معما. نه چک زده نه چونه، همه چیز اومده تو خونه. اینه؟ بگو ببینم بابا چی میگی؟ ها؟ میخواستم ببینم که واقعا من چطور میتونم توی یه کفتی 30 کیلو وزن کم کنم. آه من چه میدونم، میخواست نخور تا بمیری. یک دست و دو هندونه. ببین اصلا منو خورد نکن، جواب منو بده، کدوم گوری بودی؟ سر من داد نزد، من که زن تو نیستم. به درک نیستی. یک سر و دو همسر، یکی اصلی یکی بدلی. منم شادی پارسی، مدیر عامل شرکت. حتما منم جوی باشم. زن بدلی. پس از این زاری مکن، حواس یاری مکن. دوست دارم، میدونی که این کار دل گناه. زن بدلی همه رو به وجد آورده. زن بدلی. ای یوحنا، روزن دست بلند کرده، دارم کار میکنم برای زندگی. و در لابلای همه رویدادها عشق بیکار نمونده. کلبه عشق من و تو منتظر قدومته. ماهایا پتروسیان، رامبد جوان، رضا شفیعی جان، رابعه اسکول، مهدی امینی خان، با حضور مهران قفوریان. تو باید یه فرصت دیگه هم به دست بیاری، این حق همین. و بهزاد فراهانی. یه بار دیگه، فقط یه بار دیگه دور بر آرش بپلکی با همین سیمای گیتار از سقف آویزونه. رخت خواب مرا بنداز عزیزم. خانم که میرم چه خوبه، همه ماشینا پدال ترمزشون همین وسطه. راه‌های نرفته. تو که نمیتونی حتی یه مانتو واسه من بخری، بی خود با من ازدواج کرد. حرفهای نگفته. ای خدا مرگم بده. کارهای نکرده. اینم برای شادی خانم. شادی آش نخورده، دهن سوخته. زن بدلی. کارگردان مهرداد میرفلاح. بخواب همه نشینیم. خیلی خوب آره. تهیه کننده محسن مسافرچی. شیم بابا بکن. پخش از مؤسسه سینمایی راه عرفان. زن بدلی.